به یکی از عرایضی که من خدمتون کردم خیلی دقت کنید. خیلی در دنیای امروز به ما القا میخوان بکنن که همه چیز همینجور الکی و تصادفی بوده و هست، اما این نکته رو از مولانا داشته باشید. اگر به خاطر یک سری روابط شیمی و بیوشیمی در سلول‌های من الان یک اندیشه‌ای برخواسته، این همینجور الکی نیست، یک استفاده‌هایی داره و یک برد و کاربردی داره. نمیشه این اندیشه را از دست داد به خاطر اینکه اینا محصول یک سری روابط شیمی و بیوشیمی هستن. همینطور خود انسان، انسان به هر دلیلی که روی این زمین قدم گذاشته و این فرصت رو برای حیات داریم، بسیار مهمه. این همه داستان ها به خاطر این نیستش که ما یک جهتگیری کنیم در زندگی و فقط فکر کنیم که خب زندگی همینه، بیشتر از این هم نیست. بخوایم بریم دنبال این که در جامعه چی رو القا میکنن، چی رو مردم میپسندن، به این صحبت های مولانا خیلی عنایت کنید. ببینید الان ماهایی که خودمون رو در این قرن 20 و 21 انسانهای مدرن میدونیم، مثلا حالا به خصوص توی مغرب زمین، مثلا یه چیز دیگه متمدن میدونیم، چون تمدن فقط خیابون و ماشین و ساختمون و هواپیما که نیست که. ما الان همه اینها رو میدونیم، یعنی خودمون رو میدونیم. همیشه جامعه های بشر همین بود. در هر عصری شما بلنشین جامعه بشر خودش متمدن، پیشرفته و بقیه رو بربر میدونسته. شما اگر الان برگردید به فرض کنید روم باستان، به زمان بردهداری، برید با این جمعیت هایی که نشستن دارن دست میزنن، یه مشت برده رو آوردن این وسط، همدیگر رو تیکه پاره کنن و اینها لذت ببرن، یا بندازن جلوی شیرا یا بندازن جلوی ببرا و این آدم ها لذت ببرن که یه آدم دیگر رو یه آدم دیگه تیکه پاره کرد و اینا فریاد زدن که بکشش، کلامی برخلاف اینها بگید، ببینید باهاتون چه میکنن، ببینید چجور روزگارتون رو سیاه میکنن. بربر هستی، نمیتونی عمق تمدن رو بفهمید، چون در اون دیدگاه این کار تمدن بوده. بسیار به عرض من عنایت کنید. معیار این نیست که مردم از چه خوششون میاد، به خصوص در مسئله شهود. امروز روز دیدیم بسیاری از این کاریکاتورهای عرفان، از این دلقکهای عرفان نما، کلمات بسیار زیبا، بسیار هنری میگن و ما هم هی این ور اون ور پخشش میکنیم، خیال میکنیم ما اونیم و خیال میکنیم کلمات عمقی دارن. اینها مد نظر ما نیست در عرفان. در عرفان تو مهمی، شهود یعنی تو، و تو چون همش در فکر این هستی که متوجه باشی کجا توهمه و کجا شهوده، هیچ راه حلی نداره عزیز من. بارها مولانا این صحبت ها رو کرد، بازم من خدمتتون عرض میکنم، چویس با شماست، راه حلی نداره الا اینکه در کنار استادی، در کنار پیری حرکت کنید که بر درون شما آگاهه، و در این حال باید توجه داشته باشید که اگر نور به چشمتون میخوره چشمتون کور نشه، قدرت دیدن نور رو داشته باشید، و الا خیلی سریعتر از اون چی که من و شما فکر میکنیم حیات انسانی به پایان میرسه. و در اون زمان فقط به ما میگن همینجور که مولانا گفت، یه سری خب خوب خوردی، خوب خوابیدی، خوب گشتی، خوبم پول خرج کردی، خب همین دیگه، حالا باید بری دیگه. ما حرفمون اینه که اینها بد نیست، اینها خیلی خوبه، ولی همه زندگی این نیست. زندگی خیلی فراتر از این، تا اونجایی که میتونی بهره بگیر از این زندگی، خودت رو اسیر در این چهار چوب‌های خواستگاه زمانی نکن. ما با تمام وجودمون، شما ببین از صبح تا شب چقدر دنبال اخبار دنیاییم، همینجور اینجا چه اتفاقی تو اونجا چقدر برامون جالبه، اما بگو یک ربع خودت رو در مقابل خودت ببین، یک دقیقه بیا خودت رو ببین،
اصلا حوصله سر میره، اصلا بالانس به هم میخوره. آخه چرا؟ خیلی واجبه از این چیزایی که دنبالشی و داری چیز میکنی دیدن خودته. تو باز خودت برای خودت میمونی.